حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا کمال انقطاع رو در من پدید بیار. کمال انقطاع یعنی من از بقیه ببرم. چجوری؟ چجوری این کمال انقطاع صورت میگیره؟ حبلی کمال الانقطاع الیک چجوری میشه؟ با بلا؟ با بلا کمال الانقطاع الیک میشه؟ نه، با بلا انقطاع الیک میشه، کمال الانقطاع الیک نمیشه. کمال الانقطاع الیک نمیشه. با بلا میشه کشتی طوفان زده منقطع، دعو الله مخلصین الله الدین، کشتی میاد به ساحل مشرک میشه. انقطاع پدید میاد، کمال انقطاع نیزین. کمال انقطاع یه انقطاع خوب. چجوری؟ چجوری این کمال انقطاع صورت میگیره؟ الهی حملی کمال الانقطاع الیک. وقتی خدا به آدم محبت کنه، آدم دیگه چیز دیگه نمیخواد و محبت میکنه، ما دقت نمی کنیم، ما گرم نمیشیم به محبت خودش، دیگه چیز دیگه نمیخواد. کمال الانقطاع الیک، کمال الانقطاع الیک. بعضی ها دیدید میگن خدا چرا ما رو خلق کرد که این همه زحمت بیفتیم تا بعد سعادتمند بشیم؟ به نظرم خدا اون موقع سرش اینجوری تکون میده، میگه من چی به اینا گفتن، میگه من چی به اینا گفتن. انسان طبعش نیست زحمت بکشه، خدا ما رو اینجوری آفریده. خدا میفرما من درست آفریدم، طبعت نیست زحمت بکشی، منم نمیخوام به تو زحمت بدم، پس منم همه مطابق طبع تو دارم رفتار میکنم. پس خدا چی میخوام؟ ما هیچی نمیخوام، باشو برو، مثلا کی به تو گفته بیای؟ بناست ما مهربونی خدا رو ببینیم، آتیش بگیریم بیفتیم دنبالش. هی بفرماد نه حالا دیگه بسته دیگه، حالا من تو که نمیتونی جواب همه محبت همون بدی، میگم یه ذره یه ذره، بگو من چیکار کنم، بگو یه ذره، من حالا باید نماز بخونم. باشه دیگه بعدش چیکار کنم؟ برنش برو سر کار بکن، خوشت میاد یه ذره میتونم جواب محبت تو بدم. بعدم خدا هی آتیشش میزنه. چجوری؟ یه محبت دیگه. آقایی داره بیچاره میشه، میفرماد بندم من خلق کردم محبت کنم، میفرماد بندم من خلق کردم محبت کنم. کمال انقطاع فقط در یک صورت رخ میده، فقط در یک صورت، فقط در یک صورت، اونم وقتیه که آدم از مهربانی خدا عمیقا لذت ببره، گرم بشه به اینکه خدا تو مهربانی هستی. اصلا همین کافیه، اصلا همین که مهربانی هستی داری نگاه میکنی، همین کافیه، دیگه هیچی دیگه نمیخوام. رفقا ببینید دیگه هیچی دیگه آدم نمیخواد، دیگه هیچی دیگه آدم نمیخواد. کمال انقطاع فقط در یک صورت رخ میده، وقتی خدا به آدم محبت کنه، آدم دیگه چیز دیگه نمیخواد. کمال انقطاع الیک.